Hello again, you beautiful people. How are you doing today? I hope you're all doing perfect. Amir here again, and welcome to another video of learning English with How I Met Your Mother. امروز هم داریم چی؟ سریال How I Met Your Mother. لغات رو ببین. لغات رو. امروز سه تا لغت داریم. اصلا سطحش بالا. مثلا تو How I Met Your Mother عجیب بالا. Circumstance. شنیده بودی اینو؟ 100% شنیده. خیلی کلمه کاربردیه. مثال داریم. Wave. به عنوان فعل. و whirl. Whirl تلفظش خیلی عجب غریبه. Whirl. خب اینجوری میگن تو ویدیو، حالا میشنوید. بریم ویدیو رو ببینیم، بعد ببینیم اینا رو دونه دونه با هم بررسی کنیم و جمله به جمله اگه نکته‌ای داره کنار هم یاد بگیم. فعلا لطفاً اگه کانال سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و ویدیو ما رو به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. Let's go. You could go to the courthouse. In some extreme circumstances, the waiting period can be waived, but you have to have a good reason. Well, we're in love. What better reason could there be? The last one I heard was I'm going to Iraq tomorrow to defend my country, but, you know, give yours a whirl. خب بچه ها، ویدیو رو دیدیم. حالا بیاییم ببینیم که چه مکالمه ای بوده. Is there any way that we could get a license? Is there any way that we could get the license today? Is there any way that we could get a license today? اینا اینجا میخوان با هم ازدواج کنن تو وگاس، باید یه مجوز عروسی بگیرن که میخوان با هم ازدواج کنن. Marriage license. خب میگه is there any way that we could get a license today؟ زنه میگه خیلی دیره، از قبل باید نمیدونم رزرو میکرد این داستانا. میگه آقا راهی داره که ما بتونیم امروز یه دونه مجوز بگیریم؟ You could go to the courthouse. You could go to the courthouse. میتونی بری به دادگاه و اونجا حالا درخواست کنی. You could go to the courthouse. ببین اینجا داره از could استفاده میکنه. میتونه بگه you can، ولی could میگه که احتمال باشه. You could go. میتونی بری، میتونی نری، دوست داشتی میتونی بری، دوست داشتی میتونی نری. حتی اولش هم میگه is there any way that we could. آیا راهی داره که ما بتونیم؟ دیگه اینجا تو نمیگه is there any way that we can، به خاطر که داری راجع به جمله خیالی حرف میزنی. آیا اصلا راهی وجود داره؟ داری یه راه رو خیالی میگی. Is there any way؟ همیشه میخوای راجع به جمله خیالی استفاده کنی، حرف بزنی که آیا امکانی چیزی وجود داره؟ آیا امکانش هست این کار رو انجام بدیم؟ اگه من برم اونجا امکانش هست من بتونم این کار رو انجام بدم؟ همه اینا با could و would باید استفاده بشه. Is there any way that we could get a license today? Any way that we could get a license today? You could go to the courthouse in some. میتونی بری به دادگاه. In some extreme circumstances, the waiting period can be waived. Sorry. In some extreme circumstances, the waiting period can be waived. میگه که حالا circumstances به چه معنیه؟ بریم اول معنی کنیم. Circumstance یک اسمه. A fact or event that makes a situation the way it is. Circumstance میشه شرایط. خب حالا شاید تو بگی condition چیه؟ خب ببین شرایطی که یه چیزی رو جوری که هست تعریف میکنه. مثلا ببین مثال داشته باشیم. ببین I think she coped very well under the circumstances. میگه به نظر من اون خیلی خوب طاقت آورد تحت اون شرایطی که بود. معمولا حرف اضافه که باش استفاده میکنه یا ترکیبی که استفاده میکنن under. مثلا میگن under no circumstances، تحت هیچ شرایطی. تو مثال بعدی داریم یا میگن under the circumstances. I think she coped very well under the circumstances، یعنی تحت شرایط خیلی سختی که بود خوب تونست طاقت بیاره. خب مثال دوم ببین. Under no circumstances should you approach the man. اینجا جمله منفیه. تحت هیچ شرایطی نباید به مرد نزدیک بشی. هم میتونی اینجوری بگی should you approach the man، یه ترکیبی که شاید خیلی نشیده باشید. معمولا میگی you should not approach the man. Under no circumstances you should not approach the man. حالا اگه اینجا جمله منفی نبود، مثلا میگفتی no matter what are the circumstances، میگه اهمیتی نداره که شرایط چی میخواد باشه، حتما باید بگی you should not approach the man. دیگه این ترکیب رو نمیتونی بگی. این برای موقعی که منفی رو اول آورده باشی. Under no circumstances should you approach the man، یعنی که نباید به اون مرد نزدیک بشی. پس circumstance میشه تحت شرایط، under the circumstance، یا از این هم استفاده میکنن. الان توی فیلم چی گفته؟ میگه که آیا ما امروز قرار میتونیم مدرک ازدواج رو بگیریم؟ میگه میتونی بری به دادگاه. In some extreme circumstances میگه تحت یک شرایط خیلی سنگین و زیاد. Extreme یعنی بیش از حد دیگه. خب زیادی.
In some extreme circumstances, تحت این شرایط خیلی سخت و سفت و سخت و زیاد, the waiting period can be waived. میگه که اون دوره صبر کردنه برای اینکه مدرکتون بیاد حالا یا اینا میتونه waived بشه. The waiting period. شما الان خیلی عجله داری امروز ازدواج کنی بعد لایسنس بگیری. میگه آقا ما میتونیم امروز لایسنس بگیریم. میگه تو باید بری دادگاه. ولی تحت شرایط خیلی سخت و سنگین اون دوره صبر کردنه برای اینکه مدرکتون بیاد میتونه waived بشه. Waived اینجا الان من لفظی بگم به چه معنی, یعنی صرف نظر کردن یا صرف نظر بشه. حالا بریم بررسی کنیم. Waive یک فعله. Refrain from insisting on or using. Refrain رو قبلا استفاده کردیم. I should refrain smoking. Refrain یعنی خودداری کردن, کاری رو انجام ندادن. خب خودداری کردن از insisting یعنی اصرار کردن روی چیزی یا استفاده از چیزی. Waive یه جورایی به معنی حذف کردن یا صرف نظر کردنه. ببین, if they waive یا remove the time limit, many more people will come in. میگه که اگه اونا از محدودیت زمان صرف نظر کنن, آدم‌ها یا مردم بیشتری خواهند اومد. خب یا the bank manager waived the charge, said we didn't have to pay, داخل پرانتز, as we were old and valued customers. میگه که مدیر بانک از اون توبیخ مالی که داشتن, چارجی که بعد انجام میدادن, پول میدادن, صرف نظر کرد. waived the charge داخل پرانتز یعنی اینکه گفت ما لازم نیست پرداخت کنیم این چارجو, به خاطر اینکه پیر بودیم و مشتریای با ارزشی بودیم, خیلی وقت اونجا می‌رفتیم. Valued customers یعنی مشتریایی که اینجا خیلی سر زدیم و جزو مشتری هستیم که ما رو می‌شناسن. پس میگه مدیر باشگاه, مدیر بانک صرف نظر کرد از اون جریمه مالی که باید پرداخت می‌کردیم یا از اون پرداخت شارژ شارژ دیگه, همون شارژی که باید پرداخت کنی. خب به خاطر اینکه حالا هم پیر بودیم و هم مشتریای ارزشمندی بودیم. پس ویو به معنای صرف نظر کردنه. اینجا هم داره میگه که تحت شرایط خیلی سنگین و زیادی اون دوره صبر کردن میتونه ازش صرف نظر بشه. But you have to have a good reason. ولی شما باید یه دلیل خوب داشته باشی که بهت سریع مجوز رو بدن که امروز ازدواج کنی. میگه خب ما we are in love, ما عاشق همیم, چه دلیلی بهتر از این؟ What better reason could there be? چه دلیلی بهتر از این میتونه باشه؟ The last one I heard was میگه آخرین دلیلی که من شنیده بودم. What better reason could there be? The last one I heard was میگه آخرین دلیلی که من شنیده بودم که طرف میخواست بگه من همین الان بعد ازدواج کنم لایسنس من بدید. I'm going to Iraq tomorrow to defend my country. میگه که من قراره فردا برگردم به عراق و از کشورم دفاع کنم, یعنی فردا جنگ دارم داداش, مدرک رو بده بریم زنه رو بگیریم بریم. خب اینجا داره میگه فردا دارم عراق تا از کشورم دفاع, یعنی معنی دفاع کردن, برای همین من باید امروز ازدواج کنم. But you know give yours a whirl. حالا whirl اینجا به چه معنیه؟ میگه ولی میدونی اینجا yours به چی برمیگرده. میگه میدونی تو هم به دلیلت, yours یعنی your reason. خب میگه دلیلش این بود که آقا من میخوام برم عراق از کشورم دفاع کنم, ولی میدونی تو هم به دلیلت یه whirly بده. حالا whirl یعنی چی؟ اینجا yours برمیگرده به your decision یا your reason, به دلیل خودم یه whirly بده آقا. حالا whirl یعنی چی؟ whirl هم میتونه اسم باشه هم فعل. کلا whirl به چه معنیه؟ to cause something turn around in circles, یعنی باعث بشه یه چیزی دور حلقه گرد اینجوری بچرخه. whirl یعنی چرخوندن یه چیزی. خب برای مثال you whirled her around until she felt quite sick. میگه اون دختره رو انقدر چرخوند تا یه جوری حالش بد شد, احساس کرد که داره حالش بد میشه, حالت هوا گرفت. خب whirled her around. حالا یا مثلا the wind came up and the snow began to whirl around us. حالا داره میگه که باد اومد بالا و برف شروع کرد دور ما اینجوری چرخیدن, یعنی باد شدیدی اومد و این برف دیدی که دور شروع میکنه چرخیدن. whirl یعنی چرخیدن دور یه دایره, شوریا مثلا باعث بشه یه چیزی اینجوری دایره طور بچرخه. حالا اینجا منظورش چیه؟ میگه که تو هم به دلیل یه پیچ تابی بده, یه سعی کن ازش چیزی بسازی. طرف دنبال دلیل بود, گفت من باید برم عراق
دفاع کنم از کشورم. ما عاشقیم که نشود دلیل. تو هم به دلیلت یه ورلی بده، یعنی یه چرخی بهش بده، یعنی پیچ و تابی بهش بده، پیچ و خمی بهش بده، چالشش کنی، چیز خفن درست کنی. میگم منم میخوام فردا برم مثلا با داعش، رئیس داعش رو سرشو ببرم مثلا. خب پس ورل اینجا به این معنیه، داره میگه که تو هم به دلیلت give yours a ورل، یعنی که یه پیچ و تابی بده، افسانه‌ای بهش اضافه کن. خب رفقا همه لغات رو بررسی کردیم، امیدوارم لذت برده باشید. circumstance شرایط رو داشتیم. wave صرف نظر کردن یا خودداری کردن. whirl هم یعنی باعث بشه یه چیزی دوره حلقه‌ای، دایره‌ای بچرخه، یا پیچ و تاب دادن به یه قضیه ای که من خودم تا حالا نشنیده بودم. امیدوارم لذت برده باشید. پایان ویدیو رسیدیم. لطفا بازم یادتون نره که کانال ما سابسکرایب کنید، لایک رو فراموش نکنید و کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی، take care.